بله، یه نکته دیگه هم هست. در زیر سقف خونه ها کودکان هستن، بچه ها هستن، و این عصبی بودن وضعیت ممکنه روی رفتار ما با بچه ها اثر بگذاره. این یکی، چطور میشه جلوگیری کرد و بعد چطور بچه ها رو با این واقعیت و ابعاد نگران کننده این بیماری آشنا کنیم؟ آیا باید بترسونیمشون؟ دست به این نزن، دست به اون نزن، یا چه رفتاری باید داشته باشن توی این موقعیتی که کمتر وجود داشته برای خیلی هم؟ بله، ترسونن هیچ وقت به نظر من کار خوبی نیست برای بچه ها مخصوصا، و فکر میکنم که مخصوصا بچه ها 100% الان میدونن که یک سری اتفاقها داره دور و برشون میفته، و کاملا وقتی که مادر پدرها استرس دارن بچه ها متوجه این میشن، و اگر بهشون توضیح ندیم خیلی میتونه منفی باشه برای بچه ها، به خاطر اینکه متوجهن که زندگیشون عادی نیست و یک سری اتفاقات افتاده و مامان بابا حوصله ندارن، ولی نمیدونن چرا و فکر میکنن که خودشون یک کاری کردن و مقصر اونا هن، و این خیلی میتونه واسه شون مضر باشه. و فکر میکنم بهترین کار که میتونیم الان بکنیم اینه که بهشون خیلی رو راست باشیم و بهشون بگیم که چه اتفاقی داره میفته، بدون اینکه بترسونیمشون، و خیلی با زبان ساده، با زبانی که واقعا بتونن بفهمن که چه اتفاقی افتاد. بعد بهشون آموزش بدیم که مثلا دستشون رو چجوری بشورن، چیکار بکنن، مثلا با بچه های دیگه خیلی نزدیک بازی نکنن، فاصله شون رو حفظ بکنن. همه اینا رو بعد به اونا هم یاد بدیم، ولی به یک زبان آسون. الان میدونم که خیلی ویدیوهای رایگان هست که آموزش میدن که چجوری با بچه ها صحبت بکنیم راجع به این موضوع، و خود مادر پدرها میتونن خلاقانه با شعر بگن، داستان بسازن بهشون بگن، جوری که بچه ها مثلا جذب این داستان بشن و گوش بکنن و یاد بگیرن. و خیلی باید اینو واسه شون به حالت سرگرمی بهشون بگید، تا اینکه بخواید بشونیدشون خیلی جدی باهاشون صحبت بکنید، چون اونجوری میترسن. و لازم هم نیستش که همه جزئیات این اتفاقاتی که داره میفته رو بهشون بگیم، فقط یک سری چیزایی بهشون بگیم که بدونن چرا زندگیشون از حالت نظم و طبیعیش خارج شده.